درود، با 180 ثانیه دوشنبه هفتم بهمن ماه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، ساعت 16:58 دقیقه امروز یک زمین لرزه 5.14 ریشتری در عمق 7 کیلومتری زمین و در حوالی شهر خانه‌زنیان در استان فارس رخ داده است. همچنین زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر حوالی بافق در استان یزد را لرزاند. در حالی که گزارش‌های خبرگزاری‌های جهانی حاکی است، امروز دوشنبه یک فروند هواپیمای مسافربری در مسیر پرواز از هرات به کابل در ولایت غزنی سقوط کرده. سازمان هواپیمایی کشوری افغانستان می‌گوید هیچ یک از پروازهای مسافری این کشور روز دوشنبه دچار سانحه نشده است. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است که هنوز معلوم نیست هواپیمای سقوط کرده مربوط به چه کسی بوده. در همین حال تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که ظاهراً محل سقوط را نشان می‌دهد و در آن بقایای یک مدل از هواپیمای ارتش ایالات متحده که برای نظارت الکترونیکی بر افغانستان در حال استفاده است دیده می‌شود. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز با صدور بیانیه‌ای مدعی شده که این هواپیما توسط این گروه ساقط شده است. مردان مسلح ناشناس به میدان تجمع معترضان در شهر ناصریه عراق حمله کردند و ضمن آتش زدن چادرهای معترضان یک نفر را کشتند. در پی این اتفاق مردم بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. همچنین درگیری در میان نیروهای امنیتی لبنان و معترضین در نزدیکی پارلمان این کشور در بیروت نیز به زخمی شدن 27 تن منجر شد. محمود صادقی نماینده مجلس ایران میگوید برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 11 رشوه 4 میلیارد تومانی پرداخت شده است. شورای نگهبان صلاحیت آقای صادقی را برای انتخابات مجلس بعدی رد کرده است. وزیر خارجه آمریکا همزمان با سالروز تولد مایکل وایت، شهروند آمریکایی زندانی در مشهد، گفت که رژیم ایران باید همه گروگان‌های آمریکایی و غیر آمریکایی را آزاد کند. در پی شیوع ویروس کرونا در چین و ترس از کمبود تقاضای نفت این کشور، قیمت نفت روز دوشنبه با 3% افت مواجه شد. ویروس کرونا تاکنون بنا به آمارهای رسمی چین 80 کشته بر جای گذاشته است و دولت چین اعلام کرده این کشور در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد، چرا که به نظر می رسد به توانایی ویروس برای انتقال به دیگران افزوده شده است.